همونطور که توی درس قبلی گفتم خدمتون، فیلم لوک طبیعتاً یه بخش زیادیش به رنگ برمیگرده و اینکه شما با کالر اسپیس فلت فیلم برداری بکنید. شما همین تصاویری که اینجا میبینید با کالر اسپیس فلت فیلم برداری شده با دوربین 5D و با کدک HD264 و همونطور که شما میبینید حس و رنگ و لطافت خوبی داره به نسبت این تصاویر. اینجا باز همونطور که قبلا با هم دیدیم ما یه تصویر تخت داریم، یه تصویر رک 709 و حالا اینجا با هم میبینیم که چه کاری میشه باش انجام داد و چطور میشه این رو در واقع به اون چیزی تبدیل کرد که ما بهش میگیم فیلم لوک. خب این یکی از پلاگینایی که من خودم خیلی به شدت دوست دارم و خیلی ارادت دارم بهش، این پلاگین ماجیک پولت لوکس محصول شرکت رد جاینت که شما میتونید از سایت رد جاینت اون رو خریداری بکنید. موقعی که نصبش میکنید به یه همچین چی توی فولدر ماجیک پولت سویت اضافه میشه و شما میتونید با درگ کردنش طبیعتاً اون رو اضافه بکنید به تصاویرتون. و اگر شما این ادیت رو اینجا بزنید یک همچین چیزی باز میشه برای شما. اینجا شما دست چپتون یه لوکس دارید که اینها در واقع پریسته، یعنی یه سری پیشفرض های آماده است که نصب شده روی سیستم شما. به طور مثال بلاکباستر میاد فیلم های مشهور رو شبیه سازی میکنه سیستم اصلاح رنگشون رو. به طور مثال فرض کنید شما فرانتیج همچین شکلی ایجاد میکنه روی تصویر شما، یا مثلا بلاکباستر کول مثلا خنک هست، بلاکباستر وارم رنگ های گرم هست. که بزرگترین مزایایی که داره اینه که خیلی سریع شما میتونید پریویوش رو ببینید و حتی با نگه داشتن موستون روی اینها تأثیرش روی تصویرتون میتونید خیلی راحت مشاهده بکنید. کالر فیلم استاکس این نگاتیف های مشهوری هستند که باشون خیلی زیاد کار شده و فیلم برداری شده. به طور مثال اترنای 500 فوجی، حالا یکی از مشهورترین مارک های، یکی از مشهورترین نگاتیف های فوجی بوده، یا کوداک 5229، یا به طور مثال کوداک سری 52. اصولا خب خیلی مشهور بودن، ولی به غیر از اینا فکر کنم البته بعید میدونم، نه دیگه همین سری کوداک 52 رو داره. و این پایین هم چند تا هستش که پرولوکرومه که اینا در واقع مال خود این هم افزارن و مال یکی از کسانی که قبلا توی شرکت ILM کار میکرده به اسم استیف مشویتس و الان همکاری داره میکنه با شرکت رد جاینت. خب حالا فرض کنید شما اینجا اگر یکی از این پریست ها رو بخواید انتخاب بکنید و شروع بکنید روی تصویرتون کار کردن، مثلا فرض کنید ما اینجا لاک کالر فیلم استاک داریم که من میتونم به طور مثال همون جوریم که اینجا شما میبینید. اینو میخواستم بگم خدمتون که تصویر شما دست راست با این چیزی که اینجا هست ممکن تطابق نداشته باشه، لزوما اینه یه مقداری بعضی از موارد ممکن تیره تر باشن. به طور مثال اینجا این تصویر من خب خیلی از اینی که اینجا دیده میشه روشن تره و همونطور که شما میبینید اینا لاگ هستن، یعنی چون تصویر من تصویر اوریجینال من لاگی بوده، حالا میتونم اینجا از این لوک هایی استفاده بکنم که لاگ هستن. اگر تصویر من ویدیویی بود، من یه لحظه اگه برگردم اینجا روی این یکی این کار رو انجام بدم، شما میدید که همین تصاویر لاگ خروجی خیلی تیره و تار و خیلی با کنتراست خیلی وحشتناکی درست میکنن روی این تصویر. اینه که باز همونطور که قبلا هم گفتم خدمتون، طبیعتا این رک 709 واقعا چیز زیاد جالب نیست. من فکر کنم انقدر تکرار کنم من این موضوع رو که شما اصلا بگید آقا باشه قبول خوب نیست رک 709 این، ولی واقعا خیلی من میگم علت این که این همه تاکید میکنم روش واقعا این مشکل چیزی که الان با هم میبینیم ایجاد میکنه. خب اینجا باز شما یه سری پریست دیگه دارید. حالا به طور مثال من میام اینجا توی این لاک کالر فیلم استاکس
که در واقع میگه که تصویر لاگ شما رو من یه شبیه سازی میکنم به این شکل که مثلا انگار شما توی دوربینتون این قسمت توی دوربین روی خود بک دوربین انگار این رو با نگاتیو فوجی فیلم 8553 سری اترنا فیلم برداری کرده باشید و انگار با فوجی فیلم 3510 پرینت کرده باشید. چون تو بحث فیلم فیلم لوک فقط مسئله گرفتن تصویر نیست، مسئله پرینت تصویرم هست.